سلام، من بهار هستم و اینجا کانال ایران تودیه. امروز با یه داستان عاشقانه دیگه، البته مادر فرزندی همراهتون هستیم. داستان مادر سیاوش که در شاهنامه عنوان شده. مرسی که امروز هم به ما سر زدید و با لایک و سابسکرایب کردن از ما حمایت میکنید. اگه اون زنگوله رو هم فشار بدین، به صورت روزانه در جریان برنامه های ما قرار میگیرین. داستان مادر سیاوش. روزی توس و گیب و گودرز به دشتی به نام دوغو رفتند تا شکار کنند. این دشت به سرزمین ترکان نزدیک بود. یکی از سواران که به دنبال شکار تاخته بود، وقتی از میان بوته‌ها بازگشت، همراه با خود بانوی را آورد که این بانو بسیار زیبا بود. توس از او پرسید: بانوی شایسته ای چون تو در این بیشه‌زار چه می‌کند؟ آن زن پاسخ داد که با پدرم درگیر شدم و از ترس او از شهر و دیارم گریختم و به این بیشه‌زار پناه آوردم. پهلوان ایران زمین از نژاد او پرسید و چنین پاسخی دریافت کرد: من از نژاد گرسیوزم، برادر افراسیاب. از او پرسیدند که چگونه این راه را به تنهایی طی کردی و بانو پاسخ داد: اسبی داشتم که از خستگی تلف شد و زر و گوهر فراوان داشتم که دزدان از من گرفتند. از دست آنها فرار کردم و در این بیشه‌زار مخفی شدم. اگر پدرم بفهمد، سواران بسیاری خواهد فرستاد و مادرم نخواهد گذاشت در این سرزمین تنها بمانم. پهلوانان دل به زیبایی او بستند و هر کدام خود را شایسته آن بانوی تورانی می دانستند. تا اینکه بحث و جدل بالا گرفت و تصمیم گرفتند نزد کاووس شاه بروند تا او میان آنها داوری کند. وقتی نزد کاووس شاه رفتند و شهریار آن زیبا رو با آن قد و بالا را دید، با یک نگاه مهر او در دلش جا افتاد و به پهلوانان چنین پاسخ داد: هرچه شایسته شهریار باشد، شایسته نیست که زیر دستان بران ادعایی داشته باشند. و از او درباره نژادش پرسید و وقتی فهمید از نژاد پادشاهان است، به او گفت: بدو گفت که این روی و موی و نژاد، همی خواستی داد هر سه به باد. کاووس شاه او را به همسری برگزید. 9 ماه بعد پسری زیبا از این پیوند زاده شد که همه از آمدن این فرزند خوشنود بودند. نام او را سیاوش گذاشتند. ستاره شناسان بخت کودک را در ستاره آشفته دیدند. شاه از این بخت شوم بسیار غمگین شد. رستم چو آگاه شد، نزد پادشاه آمد و گفت: اگر از بخت شوم او نگران هستید، فرزند را به من بسپارید تا از او مراقبت کنم. و کاووس شاه چنین کرد. تهمتن سیاوش را با خود به زابلستان برد و به او سواری و تیراندازی آموخت. کودک را با خود به شکار می برد و فنون جنگی را به سیاوش آموزش می داد. هنرها بیاموختش سر به سر و می رنج برداشت که آمد به ابر. سیاوش چنان پهلوان هنرمندی شده بود که مانند او در جهان یافت نمی شد. به شکار شیر می رفت و جنگاوری خردمند شده بود. یک روز به رستم گفت که باید پادشاه را ببینم و او از بهترین هنرهایی که به من آموختی آگاه شود. تهمتن سر او را چنان بیاراست که چشمان همگان خیره مانده بود. تهمتن با سپاهی سیاوش را بدرقه کرد. کاووس شاه که از آمدن سیاوش آگاه شده بود، به گیو و توس فرمان داد با سپاهی به پیشواز او بروند. سیاوش نزد پدر رسید. با دیدن تاج آج و تاجی که یاقوتی درخشنده بر آن خودنمایی می کرد، پدر را شناخت. ادای احترام کرد و به ستایش کاووس شاه پرداخت. پادشاه با دیدن فرزندش که آنچنان شایسته به نظر می رسید، دلش شاد گشت
و او را بلند کرد و در کنار خود نشاند. آنگاه از جهان پهلوان رستم پرسید و آنگاه قد و بالای پهلوانی فرزند زیبا رویش را ستود. آنگاه پروردگار جهان را ستایش کرد. بزرگان ایران زمین برای دیدار سیاوش می آمدند و از دیدن شکوه و جلال این جوان زیبارو در شگفت می ماندند. کاووس شاه فرمان داد جشن و سروری برگزار شود. یکی سور فرمود کن در جهان، کسی پیش از آن خود نکرد از مهان. سیاوش که هنوز در دوران نوجوانی بود، 8 سالی را پیش پدر گذراند. آنگاه پدر فرمان روایی بخشی از قفقاز را به او سپرد. سیاوش که خود را برای سفر به سرزمین جدید آماده می کرد، مادرش چشم از جهان فرو بست. غم از دست دادن مادر برای سیاوش بسیار سنگین بود. او شب و روز اشک می ریخت و سوگوار بود. کسی لبخند او را نمی دید. پهلوانان ایران زمین به دیدن سیاوش رفتند تا او را تسکین دهند. بزرگ پهلوان گودرز با سخنان زیبای خود توانست شاهزاده را آرام کند. به صد لابه و پند و افسون و رای دل آورد شاهزاده را باز جای. در برنامه بعدی ماجرای عاشق شدن سودابه بر سیاوش رو با هم میشنویم. Thank you.